سلام عرض میکنم، سلام به روی ماه همتون. آقا تی ان تی شروع شد، منفجر شد، ویژه آزمون خرداد برای بچه های پایه هفتم. ایشالله که دوره خوبی رو با هم شروع کنیم. سلام به عزیزان خودم، بعد دبیرستانه عزیز پایه هفتم دیگه دارید میرید هشتم میشید، دیگه هشتمی هستید و دیگه دارید میرید وسط های دبیرستان. ایشالله که همگی سالم و سرحال و سلامت باشید. و امروز جلسه صفر TNT رو با در پایه هفتم با هم دیگه پیش میبریم که ویژه آمادگی برای آزمون خرداد هستش. خب خیلی از دوستان با من کلاس های جامعه رو از تابستون بودن که ما تا شبه تمومش کردیم. سلام ستایش اجرایی، ایشالله که سلامت باشید، ممنونم. پرنیار پورغلامی، مهرسانا، سلام به روی ما همه تون، ایشالله که سالم و سرحال و سلامت باشید. محیای عزیز و دوستان خوب من، خدمتتون عرض بکنم که حالا چه اونایی که با من بودن دوره جامعه رو، چه حالا کلاسای دیگه رو گذروندن، چون الان خیلی از دانش آموزایی که تشریف آوردن دانش آموزای جدید هستن، قدیمی ها که اکثرا در خدمتشون هستیم، علی کریمی، امیر حسین خدایاری، همه اومدن و کلی هم دانش آموز جدید به جمعمون اضافه شده. ایشالله که سلامت باشید، به همتون خوش آمد میگم. حسین حسینی، امیر علی احمدی نسب، زهرا سلیمانزاده، محدث یوحنایی، خیلی خوش آمدید. آیناز کریمی، به کلاس خودتون، به اون جدیدا هم خیر مقدم میکنیم که تو دوره TNT به جمع ما اضافه شدن. دوره TNT به این جهت داره برگزار میشه که ما هممون دیگه الان که هستیم دوره جامعه رو گذروندیم، چه با من تو کلاسینو، چه حالا با معلمای خودتون در کلاساتون، به هر حال دوره جامعه رو گذراندین، یه دور کتاب رو تمام کردید، یا بعضی که تو مدرسه کتاب رو تمام نکردن قطعا دوره ما رو آفلاینش رو دیدن، دوره جامعه رو که خوب تمام کردن. حالا اومدیم تو TNT، اومدیم تو TNT چه اتفاقی بیفته؟ تو TNT بچه ها ما میخواییم دیگه تیر آخر رو بزنیم. یعنی چی تیر آخر رو بزنیم؟ یعنی اینکه یه دور کل کتاب رو کار کردیم، حالا میخواییم طی 6 جلسه، امروز جلسه صفرمونه و 5 جلسه دیگه که داریم، طی این 6 جلسه ما اومدیم که کل کتاب هفتم رو یک بار کامل با همدیگه دوره بکنیم، منتها دیگه ریز مطالب و مفاهیم رو بلدیم، اومدیم رو سوال مهم ها، رو سوال امتحان خردادی ها کار کنیم که بگیم آقا این تیپ سوالات تو خرداد میاد، اینو خیلی خیلی زیاد یادش بگیر که بری اونجا در واقع نمرتو بگیری، و اینکه رفع اشکال بکنیم. خیلیاتون خیلی موضوع رو یاد گرفتید، تو بعضی از سوالاش ایراد دارید، اشکال نداره، اومدیم که رفع اشکال بکنیم اینجا و اشکالاتون رو به من بگید. خب درود بر ترکان مقیمی، مرتضی صادقی، کامران مهدیان، زهرا انیسی، ایشالله که همه تون سالم و سرحال و سلامت باشید. خب دوستان خوب توجه بکنن، من اول چون داریم برای امتحان خرداد آماده میشیم، جدول بارون بندی امتحان خرداد من خدمتون ارائه بدم. جدول بارون بندی آزمون خرداد به این ترتیب هستش. بچه آزمون خرداد در پایه هفتم معمولا سراسری نیستش. البته سال اولی که کتاب هفتم اومده بود، اون سال آزمون سراسری برگزار شد، آزمون خرداد، ولی از اون به بعد این اتفاق نیفتاد. آزمون نهم معمولا هماهنگ منطقه‌ای هستش، ولی برای هفتم این اتفاق نمیفته. بعضی از سوالا اعلام میکنن که آقا مثلا پایه هفتم هشتم سراسری میشه یا منطقه‌ای میشه یا استانی میشه، ولی به طور معمول نیستش، یعنی طرح سوالش با معلمای خودتونه. حالا امسال هم که فعلا چیزی اعلام نکردن، یعنی طرح سوال با معلمای خودتون هستش، اما حالا چه هماهنگ باشه چه نباشه، چه معلمای خودتون طرح بکنن یا نه، در واقع بارون بندی طراحی سوال باید رعایت بشه. یعنی برای نوبت دوم که الان برای خرداد بخوایم آماده بشیم، از فصل یک یه نمره باید بیاد،
حالا هر کی میخواد سوال تر بکنه یه نمره باید از فصل یک بده. از فصل دو در مورد محاسبات عددهای صحیح یه نمره، در مورد مسئله های عدد صحیح هم یه نمره. اینا ما نوبت اوله ها، ما نوبت اوله که کار نداریم، گذشته. فصل سه مثلا از این دوتا قسمت نیم نمره، از این قسمت نیم نمره، از حل معادله یه نمره. فصل چهار از روابط پاره خطا و زاویه ها رو هم یه نمره، از تبدیلات هندسی و هم نهشتی هم یه نمره. فصل پنج شمارنده ها و بیم کمیم از اول یه نمره، مسئله های بیم کمیم یه نمره. فصل شیش تجسم فضایی یه نمره، محاسبه سطح و حجم دو نمره. تجسم فضایی همونی که مثلا میگه شکل از سمت راست بکش، بالا بکش، پایین بکش، از این ور چجوری دیده میشه، اینا رو میگیم تجسم فضایی. محاسبه سطح و حجم هم دو نمره. فصل هفتم چی؟ محاسبه عدد تواندار 1.5 نمره، جذر و جذر تقریبی هم 1.5 نمره. فصل 8 بردار 1.5 نمره، انتقال بردار و جمع متناظر 1 نمره. فصل 9 هم که رسم و تفسیر نمودار 1.5 نمره، یعنی قسمت آمار 1.5 نمره، قسمت احتمال هم 1 نمره. این کل در واقع 9 تا فصلتون در آزمون خرداده. به این صورت در واقع تو امتحان خرداد در واقع سوالات طراحی میشه. یعنی همونطور که میبینید در امتحان خرداد از کل کتاب شما سوال دارید، چیزی حذف نمیشه. اما همونطور که دقت میکنید تو نوبت دوم از فصل 1 تا 5، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8، از فصل 1 تا 5 8 نمره اومده، از فصل 6 به بعد 12 نمره اومده. یعنی اون قسمت نیمه دوم کلاس تو نوبت دوم از بارم بیشتری برخوردار هستش. حالا آیا خدمتتون عرض بکنم که باید تو امتحان خرداد اینو دقیقاً معلم‌ها رعایت کنن طراحی سوال؟ تو وهله اول باید بگیم بله، باید همه رعایت بکنن، ولی قانون بهشون اجازه رو داده که تو بعضی از قسمت ها یه نیم نمره 75 سنتی بالا پایین بکنن. مثلا فرض کن اینجا میخواد طراحی بکنه، حالا به سلیقه خودش اینو یه نمره بکنه، اینو دو نمره، خیلی اتفاقی نمیفته. یا مثلا نیم نمره از این فصل بزنه به این فصل، یه همچین تغییرات کوچیک و جزئی در این حد مثلا نهایت یه نمره خیلی اشکالی نداره، ولی کلیت کار رو باید رعایت بشه تا یه آزمون استاندارد خرداد برای شما طراحی بشه که ایشالا بتونید امتحان رو بدید. پس خیلی موقع بچه های پرسن آقا این 9 تا فصل تو امتحان خرداد کجاش حذفه؟ میگیم هیچیش حذف نیستش، دارید میبینید. منتها فرقی که میکنه از اون قسمت نوبت دوم خب سوالای بیشتری اومده. درود بر محدث قهترانی، آرمان فرخی، محمد نوروزی، امیرعلی احمدی نسب، دیاکو آذری و سایر دوستانی که چه از قدیم چه جدید به جمع ما اضافه شدن. انشالله که همگی سالم و سر حال و سلامت باشید. یه هورا بکشید که یه کلاس خوب و باحال بریم جلو. یه هورا بیاد، بریم یه هورا بکشیم. بله، محیا، مهرسانا، محمد نوروزی، امیرعلی، درود بر شما، آرمان، پرنیان پورغلامی. خب حالا خدمت شما عرض کنم که ما اینجا توی جلساتی که داریم با هم دیگه که میخواییم برای این آزمون خرداد آماده بشیم چه اتفاقی قراره بیفته؟ تو جلسه صفر الان بعد از صحبت‌های من میخوام فصل دو و سه رو براتون مرور کنم. ایشالا جلسه یک که هفته بعد بشه فصل چهار و پنج رو دوره میکنم، بعد فصل 6 و 7، بعد فصل 8 و 9. این 10 اشتباه تایپیه، فصل 1 چون 10 که نداریم، فصل 1. میبینید که از 1 شروع نکردم، 1 رو میخوام آخر سر براتون دوره کنم که همون راهبردهای حل مسئله است، یه نمره هم ازش میاد که حالا چند تا سوال و مسئله اونجا با هم دیگه دوره میکنیم که اکثرش رو بلدید، ولی خب باز ما مهماشو براتون دوره میکنیم. فصل 4 جلسه 4 و 5
به این صورت گذاشتم حل نمونه خرداد و رفع اشکال. چرا؟ چون اگر اینجا یه وقت بچه‌ها سوال داشتن موضوعی طول کشید، بتونم از این دو جلسه استفاده بکنم. بعدم این دو جلسه رو وقتی کارمون به موقع تموم شد، بتونم یه چند نمونه آزمون خرداد بیارم، ببینی آقا یه آزمون خرداد چجوریه و با همدیگه حلش بکنیم. بعد گذاشتم رفع اشکال. گذاشتم که تو این دو جلسه تایم بیشتری رو بذارم برای رفع اشکال. بچه‌هایی که تو دوره جامعه با من بودن میدونن که ما تو دوره جامعه خیلی چون تعداد بچه‌ها بالاست، ما از سراسر کشور بچه‌ها در کلاس حضور دارن، تعداد بالاست. الان ما اینجا بیشتر هم شده، دو پنل داریم، بچه‌ها رو اینجا داریم می‌بینیم و در واقع نمی‌رسیم سر کلاس با همه صحبت بکنیم، با همه ارتباط بگیریم. خیلی سعی می‌کردیم ما با بچه‌ها صحبت بکنیم بیایم، ولی خیلی از بچه‌ها نتونستن مثلا صحبت بکنن، خیلی یه بار فقط صحبت کردن و تونستن اشکالاشون رو برطرف کنن. خب ما الان جلساتمون در واقع با جلسه 0 6 جلسه است. اگر بخوایم که ما خدمتتون عرض بکنم که بچه‌ها رو بس کنیم و بیاریم رو خط، این زمان گرفته میشه و نمیتونیم به سرعت توی این چند جلسه کل کتاب رو با هم دیگه دوره بکنیم. البته تو موقعی که فرصت بشه حتما با شما ارتباط میگیرم، میارمتون رو خط صحبت میکنیم، ولی واقعا توی دوره TNT فرصت کمه و شاید نشه این کارو کرد. و میخوام دو جلسه آخر رو بیشتر وقتشو بذارم که شماها با من ارتباط بگیرید، بیاین صحبت کنیم و رفع اشکال بکنیم. اما حتی اون موقع هم به هممون نمیرسه این کارو بکنیم. به این خاطر من در واقع دو راه ارتباطی میذارم براتون اینجا که شما از حالا از طریق این دو راه ارتباطی اشکالاتون رو به من بفرستید که من بدونم تو چه تیپ سوالای اشکال دارید، که اصلا وقتی میام تو کلاس، وقتی میخوام سوال رو رفع اشکال بکنم، مثلا قراره تو موضوع فرض بکنید که فصل 6 من رفع اشکال بکنم، خب سوالایی که انتخاب میکنم از بین سوالایی که برای من فرستادی رو اشکال دادید، از بین اونها انتخاب میکنم و اسماتون هم که بنویسید اصلا با اسم خودتون سوالو مطرح میکنم که بدونید سوال شما داره اینجا رفع اشکال میشه، به جای اینکه یه سوال دیگه رو من اینجا توضیح بدم اون سوالی که شما اشکال داشتید رو بتونم تو کلاس حلش بکنم. به هر حال مثلا برای فصل 7 میخوایم این سوال حل کنیم دیگه، خب سوالی که شماها بیشتر اشکال داشتید همونو میذاریم اینجا حل بکنیم که هم رفع اشکال کرده باشیم، هم کارو پیش برده باشیم، هم حتی اگر دیدم مثلا فرض بکنید که سوالا بیشتره، ما دیگه تو اون جلسه 4 و 5 اگر کسی وقت نشد بیاد وصل بشه و با هم صحبت بکنیم، من اشکالاتونو دارم، زمان کم بود برای وصل شدن، همونا رو براتون اینجا من چیکار میکنم توضیح میدم. پس از حالا میتونید به مرور یا از طریق پیج اینستاگرام من حامد اصلانی دات ریاضی سوالاتتون رو برای من ارسال بکنید، یا از طریق واتساپ، شماره واتساپ 0912 770 1723، به من در واقع سوالاتتون رو بفرستید تا من سوالاتتون رو برای من ارسال میکنید نگه میدارم، یا در فصل خودش براتون پاسخ میدم تو کلاس، یا جلسه 4 و 5 تو رفع اشکالا پاسخ میدم. که نگرانه، چون بعضیاتون میدونم ما داریم دوره میکنیم، ممکنه بعضی از اشکالاتتون باقی بمونه، هیچ نگران نباشید، برای من ارسال بکنید تا بتونم خلال این جلسات و به خصوص تو دو جلسه آخر سوالاتتون رو با اسم خودتون اینجا حل بکنم و توضیح بدم که انشالله برطرف بشه، که به امید خدا آماده برید 20 خرداد رو بگیرید، یه کارنامه خوب. چون بچه ها میدونید که شما ها ایشالا پای نهم که برسید، به کارنامه های هفتم و هشتمتون مهمه ها، چون اونجا میخواین انتخاب رشته بکنید. تو انتخاب رشته نهم به دهم همه کارنامه هفتم هشتمتون هم مهمه، فکر نکنید فقط نهم مهمه، خیلی ها ضربه خوردن ها، خیلی ها ضربه خوردن، هفتم و هشتم یه خورده کمکاری کرده متاسفانه، رفته نهم، دیده آقا میخواد فلان رشته بره ولی نمرش رو تو نهم هم خیلی زحمت کشیده، شاگرد خوبی شده، همه قوی شده، ولی متاسفانه نهمش خوب داده ولی هفتم و هشتم رو خراب کرده بوده. ای وای، جای جبران هم دیگه نداره،
اون وقت نمیتونه اون رشته دلخواهشو بره چون جمع نمرات سه سالش به اون حد نرسیده. پس بچه‌ها اینا حتما از نهمیای حالا بپرسید، خیلیشون الان درگیر این موضوع هستن یا چند وقت دیگه خواهند شد. پس از همین حالا، از همین حالا هفتمتو قوی بکن که هم سوادت خوب باشه، هم سواد خوبی داشته باشی، هم بتونی چیکار بکنی، هم بتونی نمره مناسبتو تو ریاضی هفتم تو خرداد بگیری که تو نهم کارنامت گیر نیفته. بریم با هم شروع کنیم، یه هورا بکشیم، یه سرحال و یه هورای عالی، بریم درسمون رو شروع بکنیم از فصل دو به رفع اشکال کردن، یه انرژی بگیریم. درود بر شما محیا، ستایش اجرایی، مهرسانا، حسین محمودی، سارا، حسین حسینی، پریان پورغلامی، امیر حسین خدایاری، نریمان وستاک نجات، حسین محمودی، محمد نوروزی، زهرا قاسم آبادی، زهره هاشمی، درود بر شما، سنا حمیدی، مریم رفیعی، امیر حسین خدایاری، درود بر همه بچه هایی که از ترم پیش از جامعه با ما بودن، ابوالفضل، مریم رفیعی و هانیه سالاری که البته اسمش گفت یه چیز دیگه است، بله متوجه شد، ببخشید، امیررضا حقی، نریمان وستاک نژاد، و هم درود میگم به بچه‌هایی که تازه به کلاسینو اضافه شدن و کلاسینوی شدن، ایشالله که بتونیم کلاسای خوبی رو با هم دیگه پیش ببریم. خب خدمت شما عرض بکنم که بعد از این مقدمات بریم سراغ دوره فصل دو. خب فصل دوم عددهای صحیح، خب جزوه ها رو براتون گذاشتیم، ممنونم محمد احتشامنیا، علی صادقی، درود بر همتون، جزوه ها رو گذاشتیم و شما پرینتاش رو خب اونایی که دوست داشتن گرفتن که الان پای من بیان جلو. خب اونایی رو که بلدی همراه با من حل کن، بیا جوابت رو من چک بکن تو کلاس آنلاین، فقط نشین به من اینجوری من فیلم سینمایی که من نیستم میخوای من نگاه کنی، که به قشنگ با من اکتیو باش، فعال باش، بیا جلو، حل کن، بیا جلو. بعد جاهایی رو که گیر کردی هیچ اشکال نداره، خوب گوش کن، توجه بکن، بعد میری آفلاین رو نگاه میکنی. تو آفلاین خیلی از مشکلات چی میشه؟ برطرف میشه. و حتی گفتیم دیگه شرایط سوال پرسیدن که براتون مهیا کردیم که سوالاتون رو برای من بفرستید. بله دیگه حسین جان، جزوه‌ای که در واقع تو پنلتون بارگذاری شده، جزوه در واقع کلاسمونه که همین که تو کلاسمون داریم کار میکنیم، همین جزوه رو در اختیارتون هستش، میتونید پاسخ ها رو توش بنویسید و در واقع بهره برداری کنید. توضیحارم که همه رو بهتون میدم، هم الان گوش میکنی هم آفلاین رو در واقع میبینی، جزوه رو داری. یه چیز دیگه هم در اختیارتون میتونم من قرار بدم، یه کتابی هست که تألیف خود بنده هستش، کتاب گلبرگ مال انتشارات گلواژه برای ریاضی هفتم، که مؤلفش خود بنده هستم، حامد اصلانی. این در واقع کتاب، یه کتاب در واقع 71 صفحه‌ایه که کل کتاب ریاضی هفتم رو برای آمادگی امتحان خرداد آماده کرده. اگر کسی خواست، اجباری نیستش اصلا، اگر کسی خواست، این کتاب من برای پایه هفتم، هشتم و نهم تألیف کردم و دوستاتون هم خواستن میتونن استفاده بکنن، ولی برای کلاس خودمون مکمل جزواتی که من اینجا میذارم، کسی خواست بازم نمونه سوال بیشتر داشته باشه و تیر آخر رو تو امتحان خرداد بذاره، این کتاب میتونه تهیه بکنه و ازش استفاده بکنه و سوالاش رو حل بکنه. باز ایراد داشت برای من بفرسته که پاسخگو باشم، که میتونه مکمل کارتون باشه. عرض کردم اصلا اجباری در کار نیستش برای تهیهش، اونی که میخواد بیشتر سوال حل بکنه میتونه بگیره و منبعی باشه براش که هم سوال بیشتر حل کنه، هم اگر یه جایی رو متوجه نشد به صورت توضیح و جزوه و مطالب و اینجوری هم داره توش، که مثلا تعریف کردیم، جزوه دادیم، درسنامه دادیم، همه اونا هم توش داره. یعنی بعضی نخواستن مثلا فرض بکنه، یعنی نیاز داشتن که یه سری توضیحات علاوه بر توضیحات کلامی من داشته باشن، تو این کتاب میتونن این رو پیدا بکنن. کتاب هست گلبرگ ریاضی هفتم، انتشارات گلواژه، که خواستید تهیه بکنید. خلاصه آقا همه چی مهیای اینه که بری خرداد 20 رو بگیری ایشالله. خب آقا فصل دو رو همه تون یاد گرفتید، درست شد؟ حالا میخوایم یه سری سوال حل بکنیم ازش، ببینیم آیا مفاهیم فصل دو رو بلدید.
این هم فصل دو رو براتون دوره میکنه، هم میدونید که تو امتحانات پایانی یه سری سوال میاد تحت عنوان درستی نادرستی عبارت ها رو مشخص کردن که بعد بتونی به اون سوالا پاسخ بدی، درستی یا نادرستی عبارت ها رو مشخص بکنی. همچین تیپ سوالایی ما داریم. الف میتونید همراهی کنید و پاسخ ها رو با من بیاید. ممنون. ستایش، درود بر شما. ستایش اجرایی، بردیا سباق کرمانی، درود بر شما. محیا، الف بیاد جوابا. قرینه هر عدد صحیح از خود آن عدد کوچیک‌تره. خب بعضیا هول شدن، عجله کردن. الان آیا قرینه صفر از خودش کوچیک‌تره؟ نه، قرینه صفر میشه خود صفر. قرینه مثبت یک از خودش کوچیک‌تره، میشه منفی. ولی قرینه مثلا منفی دو میشه مثبت دو، از خودش بزرگتر میشه. پس آقا از هول حلیم تو دیگ نیفت، خانم از هول حلیم تو دیگ نیفت. قرینه هر عدد صحیح از خودش کوچیکتره، میگیم غلطه. این حرف نادرسته، غلطه، آی غلطه، غلط قلوته، غلطه. بله ممکنه تو یه مورد درست باشه، ولی این استثناء نکرده که گفته آقا همیشه اینطوریه. میگیم نه، همچین حرفی نیست، همیشه اینطوری نیست. پس بچه تو این سوالات درستی نادرستی که همیشه تو امتحانهای خرداد میاد، از شما انتظار داره مفهوم درس رو خوب خوب یاد گرفته باشید. قرینه هر عدد با خود آن عدد برابر است. قرینه هر عدد با خود آن عدد برابر است. تو اینجا درسته، قرینه صفر میشه خود، ولی بقیه درست نیست. اینم غلطه، غلط قلوته، غلطه. دلاسا حسنی، زکریا گراوندی، مریم رفیعی، محیا، هانیه سالاری، پرنیان پورغلامی، درود بر شما. بعدی، قرینه هر عدد صحیح منفی یک عدد طبیعی است. قرینه هر عدد صحیح منفی مثلا میشه عددی مثبت. پس مثبت هم که همشون طبیعی هم. پس حرفش درسته. اینجا دیگه یه حرف درست و حسابی زد. ممنون از دلاسا، روحام، امیر حسین، ستایش، پرنیان. البته پاسخ‌ها که برای من میاد ممکنه بعضی با تأخیر بیاد، مثلا یه سوال رو ما داریم میخونیم تو تأخیر سوال بعدی رو شما دارید جواب میدید، به خاطر این شاید هماهنگ نباشه. ولی ممنون از اعلام نظراتتون. زهرا سلیمانزاده، مریم رفیعی، ستایش اجرایی، پرنیان پورغلامی، درود بر شما. بریم بعدی. خب بزرگترین عدد صحیح منفی، بزرگترین عدد صحیح منفی. اگر بچه ها تو اینجور سوالا گیر کردی برای جواب دادنش، اگر گیر کردی برای جواب دادنش، یه محور برای خودت بکش، یه محور بکش. یه محور بکش. میگه بزرگترین عدد صحیح منفی. منفی ها اینجاست. خب هرچی بریم اینور کوچیکتر میشه، پس این از همه بزرگتره، پس میشه منفی یک. مرسی، چقدر جواب درست. محمد احتشامنیا، روحام رضایی، نریمان، مهسانا، ستایش، امیر حسین. من باید دو تا پنل رو نگاه کنم. حامد پیرزاده، زهرا، محمد احتشام، ابوالفضل، دعالی، مهسانا. مرسی از جواباتون. بزرگترین عدد صحیح نامثبت، بزرگترین عدد صحیح نامثبت. خب محور رو که داریم، گفته بزرگترین عدد صحیح نامثبت. بعضی از بچه ها میگن خب آقا بزرگترین عدد صحیح نامثبت یعنی منفی. نه، ما بلد بودیم بگیم بزرگترین عدد صحیح منفی دیگه، مثل بالا که گفت. کم بوده لغت که نداشتیم گفتیم نامثبت. خب میگفتیم منفی خودمون از اول. پس وقتی گفتیم نامثبت، وقتی گفتیم نامثبت، یه در واقع چیزی گوشه ذهنمون داریم، یه چیزی گوشه ذهنمون داریم. نامثبت که میگیم یعنی مثبت نباشد. ببین
مثبت نباشه. الان اینا عدد چی هن؟ مثبت. وقتی میگیم نامثبت یعنی مثبت نباشه. حالا مثبت نبود، هرچی بود بود، یعنی از این به بعد هرچی بود بود. یعنی آقا صفرم توشه؟ بله. وقتی میگیم عدد منفی دیگه صفر رو شامل نمیشه، وقتی میگیم مثبت صفر رو شامل نمیشه، ولی وقتی گفتیم نامثبت صفر توشه. اگه بگیم نامنفی بازم صفر توشه. چرا؟ چون صفر نه مثبته نه منفی، هیچ کدوم از اینا نیست، تنها عدد بدون علامت دنیا صفر. پس وقتی اینجا به این موضوع داره اشاره میکنه، میگه نامثبت یعنی مثبت نباشه، هر چی بود بود. اینا هاش میشه. حالا بزرگترین عدد سعی نامثبت چیه؟ عدد صفره. مرسی از جواب ها روحا، مریم، دلاسا، مریم رفیعی، محیا، سنا حمیدی، آوین کریمیان، خیلی خوبه، مرتضی صادقی، خوبه من اسمای جدید میبینم، بعضی ها اومدن تو کلاس، خیلی عالی، کازیوه اگر اشتباه نخونده باشم، چیزی که اینجا نوشتید، اگر اشتباه خوندم درست رو برای من کامنت بگید، دیاکو آذری، خیلی ها تو کلاس هستن، من دارم میبینم، ولی بعضی ها اعلام نمی کنن، مشارکت نمی کنن، مشارکت بکنید، که خوابتون نبره، قشنگ جواب بدید که سرحال باشید تو کلاس، با هم دیگه بخوایم کلاس رو پیش ببریم بریم جلو، که با هم دیگه درس رو دوره بکنیم. حسین حسینی، زکریا گراوندی، آفرین، یعنی جوابات بیاد، باریکالله، من شاید نرسم همش اثباتتون رو بخونم، وقت کلاس تو TNT واقعا کمه، باید سریع بریم جلو و درس رو کامل بگیم. محدث یوحنایی، حامد پیرزاده، منتها شما کارتون رو انجام بدید. ممنونم ابوالفضل، آوین، جمع هر عدد صحیح با قرینش برابر صفره، اینو که خیلی دیگه باهاش آشنا هستید. بریم اینجا، وای، محاسبات عددهای صحیح، دیدید که محاسبات عددهای صحیح یه نمره به خودش اختصاص داده بود، یعنی حتما حتما از محاسبه عددهای صحیح، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم، حتما حتما یه نمره دارید بچه ها تو آزمون، یعنی فصل دو خیلی مهمه، فصل دو چقدر مهمی تو، فصل دو چقدر مهمی تو، شعر گفتم برای خودم اینجا. ما برای بچه هایی که تو کلاس جامعه بودن، برای جمع اعداد صحیح، بله امیر حسین یادشه، برای جمع اعداد صحیح رفتیم دهکده، برای جمع اعداد صحیح رفتیم دهکده تو دوره جامعه. ماهان سفرزاده، ماهان کلاس هفتمه دیگه، آره محیا یادش اومد، ما برای جمع اعداد صحیح رفتیم دهکده، اونایی که دوره جامعه رو من گذروندن، حالا یا چه آنلاین چه آفلاین، برای جمع عدد صحیح رفتیم دهکده. اونایی که تازه جمع اضافه شدن، اگر آنلاین و آفلاین ها رو ما رو ندیدن، آنلاین که قطعا ندیدن، آفلاین رو اگر ندیدن، حالا اگر بچه ها خودتون جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عدد صحیح رو بلدید، که از هر راهی بلدید برید، چون میخواییم بریم امتحان خرداد نتیجه بگیریم، ولی اینجا اومدی، اینجا اومدی که چیکار کنی؟ که اگر چیزی رو بلد نیستی اشکالت برطرف میشه. الان من برای جمع عدد صحیح میخوام برم دهکده، اگه بلدی با من نیا، ولی اگه بلد نیستی با من بیا بریم دهکده، یعنی اگر هیچ راه خوبی برای خودت نداری با من بیا، بیا بریم دهکده، ضرر نمی کنی. ما با بچه های دوره جامعه تو کرونا رفتیم دهکده، الان که دیگه کرونا هم دیگه رو به آخرش و مدرسه هم باز شده، دیگه راحت میتونیم بریم دهکده. دهکده چی بود؟ یه بار سری میگم برای بچه های جدید، دهکده این بود، بله محیا یادش بخیر، دهکده این بود، میگفتیم آقا این دهکده‌ای که ما می‌خوایم بریم، یه گروه آدم خوب توشه، یه گروه آدم بد، یه آقای صفری هم هست که نه خوبه نه بد. قانون تو این دهکده چیه؟ تو این دهکده قانون اینه، آدمای خوب اگه همدیگر رو ببینن با هم دوست میشن، یعنی یه گروه آدم خوب اون ور بیاد، یه گروه آدم خوب رو از این ور بیاد، یهو هم دیگه ببینن میگن به به آخ جون آدمای خوب چقدر خوبه، شو به سلام خوب، با هم دیگه دوست میشن میرن پی کارشون.
اگر یه گروه آدم بد از این ور بیاد، یه گروه آدم بدم از این ور بیاد، آدمای بدم با هم دوست میشن. آدم بد، اونها آدم بد، و آدم بد اینا با هم دوست میشن. آدم بدا با هم دوست میشن، آدم خوبا هم با هم دوست میشن. میگه دیوانه چه دیوانه بیند خوشش آید. حالا اگر یه گروه آدم بد و یه گروه آدم خوب همدیگه رو ببینن، وای وای، اگر یه گروه آدم خوب و یه گروه آدم بد همدیگه رو ببینن، 100% دعوای اینجا رخ میده. دعواش مثل دعوای ما آدما نیست، دعواشون با ما خیلی فرق میکنه. چجوریه؟ دعوای ما اینه که اگه یه گروه آدم بد یه گروه آدم خوب بیان در مقابل هم، با هم دیگه اینجوری دعوا میکنن و خلاصه میان جداشون میکنن، تموم میشه میره. ولی دعوا تو این دهکده اینطوری نیست. دعوا تو این دهکده اینطوریه که یه گروه آدم خوب میاد، یه گروه آدم بد میاد، گروه رو هم وای میسن، یه نفر از این ور یه نفر از این ور میزنن، همزمان هم دیگه رو میکشن. یعنی داوطلب این ور و داوطلب این ور اینطور نیستش که یکی بزنه اون یکی رو بکشه. نه، یکی نمیزنه اون یکی رو بکشه، باید همزمان بزنه هم دیگه رو بکشن. اینطوریه، همزمان میزنه هم دیگه رو میکشن، نمیریزه سر اون یکی بزنه اونو بکشه پیروز بشه. نه، میزنه همزمان هم دیگه رو میکشن، یکی دیگه از این ور یکی دیگه از این ور همزمان هم دیگه رو میکشن، یکی از این ور یکی از این ور همزمان هم میکشن، یکی از این ور یکی از این ور همزمان هم میکشن. دعوای در واقع این آدما تو این دهکده اینطوریه. بله، میکشن هم دیگر. حالا کی برنده میشه؟ اونی برنده میشه که چیه؟ اونی برنده میشه که آدماش بیشتر بوده. اگه آدم خوبا بیشتر بودن اونا برنده میشن، اگه آدم بدا بیشتر بودن اونا برنده میشن. خوب نگاه کنید اینجا رو. بریم دهکده، بیاین اینجا. کی بریم دهکده؟ وقتی بین دو عدد صحیح علامت چی باشه؟ جمع باشه. 8 آدم خوب با 11 تا آدم خوب دوست میشن، میشه 19 تا آدم خوب. 9 تا آدم بد با 18 تا آدم بد دوست میشن، میشه 27 تا آدم بد. 71 آدم خوب با 14 تا آدم بد، وای، باید دعوا کنن. خب کوکی پیروز میشه، آدم خوبا دیگه چون بیشترن، 14 تا از اینا با 14 تا از اونا از بین میرن، میمونه چقدر؟ 10 تا کم کنیم از اونا میشه 61، 4 تا دیگه هم کم کنیم ازش میشه 57 آدم خوب میمونه. اینجا حالا 179 تا آدم بعد با 100 تا آدم خوب میشه چی؟ با هم دعوا میکنن، میمونه 79 تا آدم بعد. آدم بعدا متاسفانه اینجا پیروز میشن. ممنون از همراهیتون. مریم رفیع، کامران مهدیان، سارا، ستایش، هانیه، سنا، محدث یوحنایی، آلی. حالا اینجا 19 تا آدم بعد با 19 تا آدم خوب دعوا میکنن و میشه 0، هیچی نمیمونه، هیچ کی پیروز نمیشه. 80 تا آدم بعد با 0، آقای 0 از پیش هر کی رد بشه باهاش هیچ کاری نداره. یعنی نه با آدم خوب کار داره نه با آدم بد کار داره، یعنی میشه اینم هم همون منفی 80 میشه. اما تفریق، اگه تفریق بود چی؟ آیا برای تفریق هم بریم دهکده؟ نه 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 نه، برای تفریق اگه بریم دهکده اونجا میگیرن ما رو میکشن، گیره آدم بدا میفتیم. برای تفریق نباید بریم دهکده. پس چی کار کنیم؟ یه راه میونبر سراغ دارم، از در پشتی بریم تو دهکده. چجوری؟ بیا اینجا. مرسی سنا حمیدی، دوستایی که تو کلاس جامعه سرحال خوب یاد گرفتن کلاس رو. میریم از در پشتی، میخوایم بریم دهکده. بیایم بریم از در پشتی بریم تو دهکده. نگاه کنید چجوری میایم از در پشتی دهکده. اگه تفریق بود میگیم مثبت 48 بین عدد اولی و این منفیه یه علامت جمع میذاریم، میگیم این در واقع بوده مثبت 48 به اضافه مثبت 48 به اضافه قرینه منفی 53. قرینه منفی 53 میشه مثبت 53، قرینه منفی 53 میشه مثبت 53. چه باحال شد، بینشون الان علامت جمعه، چقدر خوب.
الان بین دو عدد علامت جمع شد، پس دیگه بریم تو دهکده به راحتی. آره، از در پشتیه که بریم وارد بشیم دیگه راحت میتونیم اونجا جمع کنیم و جواب دست بیاریم. 48 دادم خوب، با 53 دادم خوب، جواب میشه 101 آدم خوب. پس به کمک برای منفی کردن، برای تفریق کردن از در پشتیه میریم. اینهاش یه جمع اینجا میذاریم، میگیم منفی 82 به اضافه قرینه مثبت 82 یعنی منفی 82. حالا ما اینجا چی داریم؟ ما اینجا جمع داریم. ببین با این ترفند وسط میشه جمع، با این ترفند وسط میشه چی؟ جمع. حالا که شد جمع میریم دهکده، میریم دهکده 82 تا آدم بعد با 82 تا آدم بعد دوست میشن، میشه 164 تا آدمه. بعد بریم بعدی، اینجا بریم دهکده، بریم چون جمعه هیچ اشکال نداره. آقای سف با هیچ کی کاری نداره، میشه همون منفی 28. اما تفریق از در پشتی باید بریم دهکده، یه جمع اینجا میذاریم، منفی 43 به اضافه قرینه منفی 38 مثبت 38. حالا شد جمع، آخ جون، جمع بینشون، بریم دهکده 43 تا آدم بعد با 38 تا آدم خوب میشه 5 تا آدم. و به این ترتیب پاسخ به دست بیاد. این بیس محاسباتو بلد باشیم دیگه برای اون یه نمره هر جوری سوالو بپیچونن ما میتونیم جواب به دست بیاریم. درود بر همراهام، ستایش اجرایی، حامد پیرزاده، سارا، دیاکوز رضایی، روحام رضایی، پرنیان پورغلامی، مریم رفیعی، درود بر همتون که اینجوری قشنگ سر حال دارید به کلاس در واقع انرژی میدید و همراهی میکنید کلاسو. درود فراوان بر شما. آقا دیگه ضرب و تقسیم عدد صحیحم که دیگه کاری نداره، عین همون سوم ابتداییه، فقط علامت ها رو باید حواسمون باشه. جمع و تفریق اگه یاد گرفته باشی دیگه ضرب و تقسیم هیچ کاری نداره. 2 5 تا 10 تا 4 9 تا 36 تا 8 تا 24 تا 2 چقدر بزرگش کرده، نترسیم. 1792 ضرب در 2 اشکال نداره، چون ممکنه توی امتحان خودت از این کارا بکنن ها، یوهای عدد غیر معمول بدن، نگران نباشید. 2 تا 4 تا 2 9 تا 18 تا 2 7 تا 14 تا 1 15 تا 1 کنار 2 1 2 تا 1 3 تا. اما علامت ها مثبت در مثبت، مثبت، منفی در منفی، مثبت، مثبت در منفی، منفی، منفی در مثبت، منفی. حالا بیایم اینجا تقسیم، تقسیم معمولی دیگه، 20 تقسیم بر 5 4، 36 تقسیم بر 12 3، 48 تقسیم بر 6 8. علامتش چی؟ مثبت در مثبت، مثبت، منفی در منفی، مثبت، مثبت در منفی، منفی، منفی در مثبت، منفی. حالا بچه‌ها 48 تقسیم بر 6 شد 8، آیا 6 هم تقسیم بر 48 8 میشه؟ جوابا بیاد. آیا 6 هم تقسیم بر 48 8 میشه؟ 8 میشه؟ 8 میشه؟ جوابا بیاد. 8 میشه؟ محیا، مهرسانا، درست سنا، نه 8 نمیشه. درود بر شما. 8 نمیشه. خیلی ها اینجا گول میخورن اینجور سوالا. 48 تقسیم بر 6 8 بوده. 8 تقسیم بر 48 تقسیم نمیشه، باید کسری بنویسیمش. این که همون منفی بود، منفی هم شد منفی، پس میشه 6 48. جواب میشه منفی 6 48. حالا بعضی بچه ها میپرسن آقا ساده هم بکنیم؟ بهتر ساده هم بکنیم، میشه منفی 1 8. پس حواسمون باشه ما کل مطالب رو بلدیم، فقط تو امتحانهای خرداد خیلی موقع ها از این اشتباه های ریز و کوچولو میکنیم. از سر جلسه امتحان میایم بیرون میگیم ما 20ایم، 20 گرفتیم رفت، اما غافل از این که یه کارایی کردیم بیا ببین که بعدش پشیمونی سودی نداره. حیفه که آدم درس و بلد باشه سر حواس جمع نکردن نتیجه رو از دست بده. بریم سراغ محاسبات عددهای صحیح.
بریم سراغ محاسبات. محاسبات عدد صحیح که گفتیم یه نمره ازش حتما میاد جدا از حل مسئله. بچه ها خدمتتون عرض بکنم که توی بحث محاسبات عدد صحیح، درست خودش تو بارونبندی که اول کلاس بهتون گفتم مثلا یه نمره داره، ولی محاسبات عدد صحیح بیشتر از یه نمره داره به عقیده من. چرا؟ چون شما تو همین فصل دو تو مسئله هاش عدد صحیح رو میخوای، تو فصل سه عبارت جبری میخوای عدد صحیح رو، تو فصل هفت تو قسمت توان عدد صحیح رو میخوای. یعنی آقا شما همیشه با عدد صحیح سر و کار داری، یعنی این نیستش که تو برگه فقط یه نمره مستقیم داشته باشه، ارزشش بالاتر از این حرف هاست. ارزشش بالاتره. خب بله آتنا یعقوبی عزیز، بله همینطوره. حالا بریم سوال رو حل بکنیم. اینجا پرانتز اولی جمع، بریم دهکده، 12 تا آدم بد با 18 تا آدم بد دوست میشن، میشن 30 تا آدم بد. ضرب تو پرانتز بعدی 3 تا 19 تا 57 تا منفی در مثبت هم منفی. پس اینجا شد منفی 30 منهای منفی 57. بینشون تفریقه. از در پشتی بریم دهکده، یه جمع میذارم اینجا، میشه منفی 30 به اضافه یه قرینه منفی 57 مثبت 57. حالا شد جمع، که خوب شد جمع شد. حالا که جمع شد دیگه تو دهکده راحت و آزادانه میگردیم. 30 تا آدم بد با 57 تا آدم خوب میشه 27 تا آدم خوب، چون دعوا میکنن 30 تای اینور با 30 تای اونور میرن، 27 تا آدم خوب باقی میمونه. پس ببینید سوال حالا ترکیبی میدن دیگه، یعنی تو امتحان خرداد نمیاد اینطور سوال بده. ما اینو برای بیس کار گفتیم، اونایی که جامعه رو نبودن و ندیدن، ولی دیگه تو امتحان خرداد سوال ترکیبی به شما میده دیگه. آسون ترینش اینه مثلا، ولی بازم سخت نیستا. همتون میتونید اگه حواستون رو جمع کنید یه نمره این سوالو بگیرید. بریم بعدی. اینجا خوب دقت کنید، قرینه منفی 12 میشه مثبت 12. 12 هم ضرب در 4 میشه 48، مثبت در مثبت هم که مثبته. حواستمون هست علامت بین ضربه. اینجا 54 تقسیم بر 9 6، منفی در مثبت هم میشه منفی. حالا مثبت 48 به اضافه منفی 6 بین اینا علامت چیه؟ جمع. بین اینا علامت جمع. 48 تا آدم خوب با 6 تا آدم بد میشه 42 تا آدم خوب، میشه 42 تا آدم خوب. حالا بریم بعدی. قرینه منفی 17 میشه مثبت 17. 17 منهای 6 میشه 11. حالا اینجا ای وای اینجا چه خبره؟ کلی عدد صحیح نوشته، پرانتزی هم در کار نیست. پرانتزی در کار نیستش. چیکار کنیم برای حل این سوال؟ گفته بودم من و الان دوباره تکرار میکنم، یعنی تو جامعه گفته بودم، الان تکرار میکنم که آقا اگر چند تا عدد صحیح اینطوری پشت سر هم بود، پرانتز نداشت مثل اینا که بدونیم جمع تفریق ضرب حالا هرچی هست، تو اینجور موارد من همیشه گفتم و میگم و خواهم گفت که آقا این یعنی جمع، یه راست برو دهکده. آقا پکو جمع هاش، کو پرانتز هاش، نذاشته که شلوغ نشه، که قاطی نکنی، که کلافه نشی. آخه چرا اذیت میکنی؟ میخوای همه چی رو برات بذارن شلوغ پلوغ بشه؟ آخه من هرس نده. پس آقا اینجا به خاطر این خلوته، بله اینجا به خاطر این خلوته. حالا نگاه کن، بله نظر ستایش هم نظر خوبیه، ولی حالا من اینجوری حلش میکنم. نگاه کنید، برای اینجور سوالا که پرانتز ندارن یه راست میریم دهکده. بریم
4 تا آدم بعد با 5 تا آدم خوب دعوا کنن، یه آدم خوب میمونه. این یه آدم خوب گیر 6 تا آدم بعد میفته، میشه 5 تا آدم بعد. با 8 تا آدم خوب اینجا سر کلهشون پیدا میشه، میشه 3 تا آدم خوب. 12 تا آدم بعد از راه میرسه، پاسخش میشه 9 تا آدم بعد. پس پرانتز اولی مثبت 11، بینشون زرد، پرانتز دومی منفی 9. حالا 9 11 تاشون بینشون زرد دیگه، 99 تا مثبت در منفی هم که منفی هسته. بریم سراغ بعدی. اینجا یه تقسیم داریم، 38 تقسیم بر 19 میشه 2، مثبت در منفی منفی. اینجا تفریق ادر پشتی بریم، مثبت رو میذاریم، منفی 4 به اضافه قرینه منفی 5 مثبت 5. خب حالا شد جمع 4 تا آدم بعد با 5 تا آدم خوب میشه یه آدم خوب. اینجا حالا اینجا قرینه منفی 6 مثبت 6، قرینه مثبت 6 منفی 6، پس کل اینجا هم شد منفی 6. پس ما الان پرانتز اولی منفی 2، پرانتز بعدی مثبت 1، پرانتز آخر منفی 6، بینشون هم که علامت ضربه. حالا 2 1 2 تا 2 6 تا هم 12 تا، منفی در مثبت منفی، منفی در منفی هم مثبت. بریم آخری. خدای بزرگ این دیگه چیه؟ این چه فرمشه؟ نیمده پرانتز اینا بذاره جدا کنه. میگیم آها، تو این آخری از ما خواسته در واقع با این حرکتش که اولویت عملیات رو رعایت بکنیم. اولویت عملیات شما تو ششم خوندید، ولی تو هفتم هم مجدد با یادگیری توان در واقع اولویت عملیات رو یه باری براتون توضیح دادیم. گفتیم آقا باید تو همه محاسبات اولویت عملیات رو رعایت کنیم. ما الان تو اینجا هم رعایت کردیم خود به خود. مثلا چون پرانتز بود، خب میرفتیم داخل پرانتزا رو حساب میکردیم، بعد با علامت بینش میمدیم جلو. به گیر و گرفتاری نمیافتادیم. بله همون حق تقدم ها. ولی اینجا مجبوریم اولویت عملیات رو با دقت رعایت کنیم. چون اگر دقت رعایت نکنیم، گیر آدم بعدا میافتیم. وای خدای بزرگ. خب بریم سراغ حل این سوال. ترتیب عملیات میگه اول برو داخل پرانتز. باشه هرس نخور، میریم داخل پرانتز. رفتیم داخل پرانتز، داخل پرانتز رفتی. خب داخل پرانتز چی میبینی؟ آیا توان میبینی؟ نه. آیا ضرب و تقسیم میبینی؟ بله. اینهاش 16 تقسیم برای 4 میشه 4. خب پس داخل پرانتز توان، ضرب و تقسیم، حالا جمع و تفریقا منفی 16 به اضافه 4 میشه، که دیگه گفتیم تو اینجور موارد که پرانتزم نداره خودشون، یه راست میریم دهکده. 16 تا آدم بعد با 4 تا آدم خوب میشن 12 تا آدم بعد. جواب داخل پرانتز به دست اومد. خب من عادت دارم یه بار بازنویسی میکنم، 42 رو مینویسم برای اینکه شلوغ نشه، قاطی نکنم. آقا باید ما هم این کار رو انجام بدیم؟ بهتره بچه ها این کار رو انجام بدید. بایدی در کار نیست. بعضی ها بدون بازنویسی هم انقدر مرتب و دقیق و حواسشون جمعه که به مشکلی بر نمیخورن. خب آیا پرانتز داریم؟ بگیم داریم، ولی توش دیگه حساب کتاب نداریم. خب پرانتز حل شد. بعد پرانتز توان نداریم. بعد توان ضرب و تقسیم. اینهاش ضرب و تقسیم داریم. هم ضرب داریم هم تقسیم. هم ضرب داریم. نه مریم رفیعی، پرانتز نذاری یه وقتا قاطی میکنی اون وقت. هم ضرب داریم هم تقسیم. اولویت با کدومه؟ اولویت با اونیه که از سمت چپ زودتر اومده. یعنی اول باید ضرب رو انجام بدیم، چون ضرب و تقسیم نسبت به هم همینجوری حق تقدمی ندارن، جفتشون هم ارزشن. حق تقدم با کیه؟ اونی که از سمت چپ زودتر اومده. خب 8 ضرب در 2 16، 16 تقسیم بر 4 4، 8 دو تا 16، 16 تقسیم بر 4 میشه 4. حالا نگاه کنید 42 منهای 4 منهای منفی 12. دیگه نه پرانتزی داریم، نه ضرب، نه توانی داریم، نه ضرب و تقسیمی داریم، همش دیگه جمع و تفریقه. همونطور از سمت چپ هر کی زودتر اومده حلش میکنیم و میریم تا آخر. 42 منهای 4 که میشه 38،
اینجا یه جمع میذاریم که از در پشتی بریم دهکده. 38 به اضافه قرینه منفی 12 میشه مثبت 12. حالا تو جمع یه راست میریم دهکده که جواب میشه 50. 38 تا آدم خوب با 12 تا آدم خوب دوست میشن و میشن 50 تا آدم خوب. به این ترتیب این سوال هم حل شد. درود بر امیرعلی صادقی، آتنا یعقوبی نژاد، مریم رفیعی، ستایش اجرایی، امیرعلی صادقی و سایر دوستان و آشنایان و بستگان. خب مرسی از فعالیتاتون. خب اما تو صفحه بعدی من تو بارونبندی که جدولی که اول کلاس ارائه دادم خدمتون گفتم آقا از فصل دو تو امتحان خرداد یه نمره معمولا باید محاسبه بیاد، یه نمره مسئله بیاد. خب از این به این سوال سعی غلطی هم احتمال داره بیاد، جا خالی هم احتمال داره بیاد، ولی که این مفاهیم با هم کار کردیم. ولی حالا خوب دقت بکنید، محاسبات با هم رفتیم، محاسبه رو اوکی. حالا خدمت دوستان عزیزم میخوام عرض کنم که بعد از محاسبه میخوایم راجع به مسئله کار کنیم. چرا؟ چون تو آزمون خرداد از فصل دو فقط مسئله که نمیاد، ببخشید فقط محاسبه که نمیاد، مسئله هم میاد. علاوه بر مسئله ممکنه یه معلمی سلیقه داشته باشه سوال متنوع هم بده، چون طرف میتونه این کارو کنه دیگه. یعنی چرا من دارم الان اینجوری صحبت میکنم؟ چون الان امتحان خرداد نگفتن سراسری برای پایه هفتم دیگه، پس معلم‌ها طراحی میکنن سراسر ایران، کلی معلم و همکار و دوست عزیز من هستن. الان خیلی از شاگردایی که الان سر کلاس ما هستن سراسر ایران معلماتون هستن. خب معلم‌ها با سلیقه‌های مختلف سوالای مختلف میدن، پس من اینجا مجبورم سوالای خب ادامه میدیم کلاسمون رو. یه لحظه مشکل فنی و همکارای خوبم بلافاصله برطرفش کردن و ما الان کارمون رو ادامه میدیم، جای هیچ نگرانی نیستش. خب پس اینو داشتم میگفتم که آقا پس من مجبورم اینجا تنوع سوالایی که ارزش امتحانی داره بگم، چون ممکنه بعضی از معلما بگن خب من میخوام امتحانم رو یه خود سخترش کنم، فقط نمیم یه محاسبه عادی بدم، فقط نمیم یه مسئله عادی بدم، یه تنوعی بدم توش. میتونه این کارو بکنه چون در حد کتاب ریاضی هفتم هستش دیگه. پس اینا رو با همینجا الان باید چیکار کنیم؟ کار بکنیم. بریم. خب اوکی، بله همه اوکی، صدا و تصویر من الحمدلله دارن. برای حل بچه ها مسئله ها روش های مختلفی وجود داره و معمولا هم هر کدوم از روش‌ها رو برید معمولا معلماتون ازتون قبول میکنن، چون کتاب نجازه رو به ما میده که ازتون قبول کنیم، مگر اینکه بعضی از معلمان اصلا سر کلاسشون تاکید کرده باشن که بگن آقا بچه ها حواستون باشه من کاری ندارم مثلا کلاسینو رفتی آقا اصلانی فلانو گفته، ولی تو برگتون باید اینطوری که من میگم حتما بنویسید. پس اگر هر راهی که معلمتون گفته، اگه گفته فقط اونو قبول میکنم که اب نداره، مجبور از راه حل خودش برید. ولی اگر نگفته که معمولا معلم ریاضی ها این کارو نمیکنن،
معمولا معلم ریاضی ها دست بچه ها رو باز میذارن که راه خلاقیتی، راه متنوع بتونن ارائه بدن، چون کتاب هم این موضوع رو باز گذاشته. پس ببینید از هر راهی که راحت تری میتونی حلش بکنی. حالا بریم با هم دیگه این سوال رو حل بکنیم. دمای هوای زاهدان 34 درجه بالای صفر. بفرم 34 درجه بالای صفر. دمای هوای رامسر 2 درجه زیر صفره. اینم از رامسر 2 درجه زیر صفره. دمای هوای رامسر چند درجه از زاهدان سردتره؟ بچه ها خوب دقت بکنید. برای اینکه ببینیم چند درجه سردتره یا چند درجه گرمتره، یعنی باید اختلاف به دست بیاریم. چه میگفت چند درجه سردتر، چه میگفت چند درجه گرمتر. به هر حال ما باید چیکار کنیم؟ اختلاف به دست بیاریم. اختلاف هم یعنی منها. خب حالا چون سردتر، خواهد گفته چقدر سردتره، چون گفته چقدر سردتره، بنابراین عدد کوچیکه رو اول بنویسیم تو محاسبش، عدد بزرگه رو دوم بنویسیم، که وقتی اختلاف رو به دست میاریم این سردتر بودن خودش رو نشون بده، که وقتی میریم دهکده نگاه کنید محاسبه و اون دهکده تو حل مسئله هم کاربرد داره، یعنی تا اونا رو بلد نباشیم مثلا نمیتونه حل کنه. خدایا این محاسبات عدد صحیح همه جا هست. منفی 2 به اضافه قرینه مثبت 34 میشه منفی 34. حالا میریم دهکده، 2 تا آدم بعد با 34 تا آدم بعد میشه 36 تا آدم بعد. اگه از اون راه بالایی بری 36 تا مثبت به دست میاری. این گفته چون چقدر سردتره بهتر اینجوری به دست بنویسیم که نشون بده منفی 36 یعنی 36 درجه سردتره. اگه میگفت گرمتره، خب عدد بزرگه رو اول مینوشتیم که گرمتر بودن رو تو جواب سوال ببینیم و این اختلاف رو هم در واقع به دست بیاریم. به این صورت پاسخ این سوال به دست میاد. ببینید بچه ها، این تیپ سوال در واقع هر جفت دماها رو داده، فقط اختلافش رو خواسته. حالا اگر مثلا شاگردای من بخوان سر جلسه امتحان محاسبه اینجوری نرن، بیان محور بکشن، رو محور اختلافه رو من نشون بدن، من قبول میکنم و اکثر معلم ریاضی هم قبول میکنن. یعنی اونجوری هم برید درسته، هیچ خطایی شما نکردید، چون ما فصل 1 رو خوندیم دیگه. فصل 1 یکی از راهبردهای حل مسئله بکنن که رسم شکله، شما شکل محور رو بکشید و به اون صورت حلش بکنید، هیچ ایرادی نمیتونه داشته باشه. رو محور دمای مثلا زاهدان 34 درجه رو نشون بدید، رامسر منفی 2 رو نشون بدید، بگید آقا اختلافش چقدر، اختلافش میشه منفی 36 درجه، یعنی 36 درجه رامسر از اهواز چیه؟ از زاهدان سردتره. پس در واقع اینطوری هم اگه حل بکنید به عقیده من اشکالی نداره. حالا میتونید دیگه خودتون و معلمتون و اخلاقش رو دیگه تا حالا دستتون اومده و ایشالله همه اینو یاد گرفته باشن. اما سوال 11، ببینید سوال 11 نمیتونیم اعتراض کنیم که یه معلمی از این سوال بده، اشکال نداره که، چون مشابه اینا تو کتاب اومده. معمولا روتینش اینه که تو امتحانای خرداد یه دونه محاسبه بدن، یه دونه مسئله بدن، ولی اگه معلم اومد یه دونه از اینا داد اشکال نداره، دلش خواسته امتحان رو سخت‌تر کنه، متنوع‌ترش بکنه، بچه‌هاشو بیشتر محک بزنه، هیچ اشکالی نداره. خب چجوری حل بکنیم؟ با همین اطلاعاتی که تا اینجا یاد گرفتیم به راحتی میتونیم حلش بکنیم. میگه که عدد روی هر ضلع از مجموع عددهای دو رأس به دست میاد، یعنی این دوتا رو جمع بکنیم این وسط به دست میاد. درست شد؟ این دوتا رو جمع کنیم این وسط به دست میاد، این دوتا رو جمع کنیم این وسط به دست میاد، این دوتا رو جمع کنیم این وسط به دست میاد. خب حالا بریم شروع کنیم. الان مثبت 3 با چی جمع بشه بشه منفی 4؟ یا باید ذهنی بریم، یا الان که آخر ساله شما دیگه معادله بلدی، دیگه معادله بلدی، هفتمی هستی، آخر سالی معادله یاد گرفتی، هم میتونی از معادله کمک بگیری هم میتونی ذهنی بری. خب چون جواب منفی شده حتما اینجا عدد بزرگتر منفی بوده، پس این باید منفی 7 باشه که 3 تا آدم، خوب با 7 تا آدم بد بشه 4 تا آدم.
آقا ما ذهنی سختمونه، معادله بنویس براش، 3 به اضافه x شده منفی 4. چون اون موقعی که فصل 2 رو درس میدادیم نمیتونستیم حرف از معادله بزنیم، چون هنوز فصل 3 رو نخونده بودیم، ولی الان با جرأت میتونیم کارو بکنیم. بله، بگیم آقا این x منفی 4 اونور، 3 بره اونور، x میشه منفی 7، جواب به دست اومد. پس یا ذهنی میتونی بری یا با معادله، هیچ فرقی هم نمیکنه. حالا اینجا باحال شد، 7 آدم بعد 5 تا آدم خوب میشه 2 تا آدم بد. آقا چرا جمع کردی؟ سوال گفته، گفته عدد روی هر ضلع از مجموع عددهای دو رأس به دست میاد، خودش گفته جمع کن بشه این. آره، اینجا این دیگه خیلی سخت شد. 5 با چند میشه 10؟ مثبت 5. 5 و 3 هم رو هم میشه مثبت 8. اشکال نداره، میتونیم اینجوری هم حلش بکنیم. بریم سراغ بعدی. بچه ها این موضوع محاسبه عددهای صحیح به کمک جدول ارزش مکانی تو کتابتون هست، از نظر اهمیت یه لول پایینی داره، یعنی تو امتحان خرداد اگر بررسی بکنید تقریبا خیلی موقع ها نیومده، ولی اگر بخواد بیاد، چون بعضی موقع هم بوده بعضی معلم ها دادن، بخوادم بیاد کار سختی نیست، ما یه بار کار بکنیمش، ولی لول اهمیتیش چیه؟ پایینه، یه بار کار میکنیمش. چجوری حل میشه؟ خوب دقت کن. 5 تا 100 تایی خب میشه 500، منفی هم داره. 9 تا 10 تایی میشه 90، منفی هم داره، چون این منفی مال همش. 6 تا 1 هم که میشه 6، منفی هم که پشتش داره، این منفی که اینجا گذاشته مال همش. اینجا 2 تا 100 تایی میشه 200، یه منفی هم داره. 4 تا 10 تایی میشه 40، یه منفی هم داره. 3 تا 1 میشه 3، یه منفی هم داره. حالا میایم اینجا همه رو با هم جمع میکنیم. 500 با 200 میشه 700، 40 با 90 میشه 130، 3 با 6 میشه 9. همه هم آدم بدن ماشاءالله. 700 تا اینم 100 تا میشه 830 تا، میشه 839 تا آدمه. و پس اگر یه معلمی از همکارای ما برای شماها از این در واقع سوال اومد، به راحتی میتونید حل کنید. بله، یکی از بچه‌ها میگه آقا معلم ما گفته آقا این تیپی نمیدم، خود دستش هم درد نکنه، خدا خیرش بده. ولی چون به هر حال تنوع الان شاگرد تو کلاس ما از سراسر کشور زیاد هستش، ما مجبوریم که همه رو بگیم، چون احتمال داره بیاد، ولی عرض میکنم احتمالش خیلی کمه، ولی بیادم دیگه کاری نداره. بریم بعدی. ممکنه از اینجور سوالا بدن، این تیپی بده سوالو، جدولی بدن، خب بازم اشکال نداره. اگه جدولی بده شما چیکار میکنید؟ اینطوری میگیم 7 به اضافه منفی 8، درست شد؟ چون پرانتز نداره گفتیم همه رو به اضافه بگیریم دیگه. 7 آدم خوب 8 آدم بد میشه یه دونه آدم بد، پس جایگاه متناظرش میشه الف منفی 1. حالا بعدی، یه عددی منهای 8 شده 5، خب معلومه 13 بوده منهای 8 شده 5 دیگه. گفتم اینجور سوالا رو به معادله میتونیم براش بنویسیم که نمونهش براتون انجام دادم. یه عددی منهای 8 شده منفی 3، پس چون جواب منفی اون عدده، در واقع یه جوریه که این چون منفی منفی بزرگتره دیگه، چون جواب شده منفی، پس این باید کوچیکتر باشه و مثبت باشه که بشه چی؟ بشه 5 تا آدم خوب 8 تا آدم بد، بشه 3 تا آدم بد. منفی 17 و منفی 8 هم که میشه منفی 25. به این ترتیب این سوال هم قابل حل هستش. خب سوال بعدی هم که دیگه چند بار دیگه براتون توضیح دادم دیگه، اون قسمت دیگه واقعا همتون دیگه بلدید، به هیچ کار سختی اینجا نداریم. اما این سوال، این سوال هم سوال خوبیه، نمیتونم بگم 100% امتحانیه، ولی بدم نیست، بعضی از معلمان میدن، خوبه، سوال قشنگیه، ولی خیلی 100% نیستش.
خب حالا بیام اینجا دیگه، من اون سوالی که متصورم نباشی رو گفتم دیگه، یعنی میخواد هر معلمی از فصل دو سوال بده دیگه، به هر حال از اینا خارج معمولا نیستش. همه اعداد صحیح ممکن را که میتواند به جای این دوتا قرار بگیره در این عبارت بنویسی. خب اعداد صحیح یعنی یا صفر یا مثبت یا منفی. اینا هم گفته اعداد صحیح متمایزن، یعنی این دایره و مثلث اعداد صحیح برابر نیستن. میگیم باش. خب میتونه یک باشه با 16، میتونه دو باشه با 8، میتونه 4 باشه با 4. آقا مگه نگفته متمایزن یعنی عین هم نیستن؟ سب کنید، ما میگیم عین هم نیستن. نگاه کنید اینجا رو، چون جواب منفی شده یکیش باید منفی بگیره دیگه، مثلا این اگه منفی باشه اون یکی مثبت دیگه الان متمایزن. بله حق با شما بود، اگه جفتشو مثبت میگرفتیم نمیتونست باشه چون گفته متمایز. حالا برعکس هم درسته، ممکنه آقا یک ضرب داره منفی 16 باشه یا دو ضرب داره منفی 8 باشه دیگه. حالا این اون یکیش فرقی نمیکنه، حالت جدیدی وجود نمیاد، اینو بکنم مثبت اونو بکنم منفی، جا به جایشون تأثیری نداره. پس به این راحتی میتونیم سوال رو حل بکنیم. بله درود بر ستایش اجرایی، محدثه قهترانی، عماد، روحام رضایی، مهدی، کامران مهدیان، خیلی عالی، درود بر شما. بریم یه مسئله حل کنیم. مسئله میانگینه. مثلا من خودم باشم بخوام سوال طرح کنم، اگه شاگردای من سر کلاس باشن، آره من بخوام خودم سوال طرح بکنم و بگم، دوست دارم مسئله میانگینی بدم. مسئله میانگینی کیفش بیشتره. دمای هوای دماوند 3 درجه زیر صفره. خب این مهمه این سوال. دمای هوای فیروزکوه 2 درجه از دماوند سردتره، پس شده منهای 2 درجه سردتر. یا میتونیم حتی اینجوری هم بنویسیم، بنویسیم به اضافه منفی 2، اینم خوبه. بگیم فیروزکوه، بگیم دماوند 3 درجه زیر صفره، فیروزکوه 2 درجه سردتره، یعنی به اضافه منفی 2 درجه سردتر شده. خب حالا میشه چقدر؟ میشه منفی 5. یعنی منفی 3 مال دماوند بود، منفی 5 مال فیروزکوه شد. حالا اگر دمای هوای رودهن 10 درجه از فیروزکوه گرمتر باشه، رودهن 10 درجه از فیروزکوه گرمتر باشه، فیروزکوه منفی 5 بوده، گفته رودهن 10 درجه از فیروزکوه گرمتره، پس میشه به اضافه 10 میشه مثبت 5، هم میشه مال رودهن. میانگین دمای هوای این 3 شهر منفی 3 به اضافه منفی 5 به اضافه مثبت 5. تو میانگین چون میخوایم حساب بکنیم باید دماها رو جمع کنیم، تقسیم بر تعداد کنیم، جواب میشه منفی 3، چون این دوتا قرینن میشه 0، اینم که منفی 3. حالا منفی 3 تقسیم بر 3، میانگین یعنی جمع کنیم تقسیم بر تعداد کنیم، میشه منفی 1. یعنی میانگین دمای هوای 3 شهر فیروزکوه، دماوند و رودهن برابر با منفی 1 هستش، برابر میشه با منفی 1. خب این از در واقع توضیح و تحلیل در مورد فصل 2. ما فصل 2 رو با همدیگه کار کردیم و تمام شد. آنچه که از فصل 2 نیاز داشتیم و گفتیم، همینا رو بلد باشید، همینا رو بلد باشید. بعد اگر خواستید اون کتاب گلبرگ گلواژه هم که گفتم که تعلیف خودم هستش، اگر اون رو هم خواستید تهیه بکنید دیگه، سوالای اونم حل بکنید دیگه، اصلا از فصل 2 هر سوالی بدن حل بکنید، فقط حواستون جمع باشه، علامت ها رو اشتباه نکنید، این رعایت بکنید دیگه فصل 2 هیچ مشکلی نداره. اگر سوالی هم داشتید گفتم حتما بر من ارسال کنید، تا خلال کار یا اون دو جلسه آخر براتون بتونم چیکار کنم توضیح بدم. همه فصل رو ما اینطوری میریم جلو، فصل به فصل میریم جلو،
آخر سر تو فصل 4 و 5 ام ان تو جلسه 4 و 5 اونم تو یعنی دو جلسه آخر رفع اشکال و امتحان خرداد و که ان شاء الله دیگه همه خوب خوب یاد بگیرن. کتاب فروشی‌ها دارن، همه کتاب فروشی‌ها معمولا کتاب رو دارن، فراوان در همه جای کشور هستش و به راحتی قابل دسترس هستش. نه محمد تو عادی باید حواست جمع کنی دیگه، اید داری زحمت میکشی، کلاس میای، درس میخونی، وقت میذاری، حواستون سر جلسه آزمون جمع کنید دیگه. یعنی فکر کنید آقا تو دنیا هیچ خبری نیست، فقط همون لحظه ای هستی که شما تو آزمون نشستی، فقط همون لحظه ای که تو آزمون هستی. ممنونم دلاسا جان، سلامت باشید. بله مرتضی، ممنون از آیناز محمدی، مریم رفیعی، سپاس از شما، برای شما هم همینطور. سری جلسه آزمون این همه زحمت کشیدی، بگو آقا دیگه همه چی رو بذارم کنار، اصلا تو دنیا هیچ خبری نیست، منم و اون جلسه آزمون. سر جلسه آزمون که رفتی زحمت کشیدی، این زحمت رو هدر نده، بگو آقا اون لحظه ای که تو سر جلسه آزمون نشستم همه دنیا هیچ خبری نیست، منم و این برگهه، هیچ اشتباهی نباید بکنم چون همه رو بلدم، همه رو بلدم، هیچ اشتباهی نباید بکنم، با حوصله، با دقت، بی استرس حل کن و بیا بیرون. بعد بیا بیرون ببین دنیا چه خبره بعد از آزمون. خب باشه محیا جان. خب بریم سراغ فصل 3. فصل 3 جبر و معادله هم امروز میخواستم تموم بکنم، منتها خب یه صحبت‌های مقدماتی که امروز داشتم چون جلسه صفر هستش، باید یه سری صحبت‌ها رو راجع به امتحان خرداد می‌کردم، این خود وقتمون بیشتر گرفته شد، ولی اب نداره فصل 3 رو شروع می‌کنیم. ان‌شاءالله جلسه بعد که می‌خوایم 4 و 5 رو بگیم ادامه فصل 3 رو هم می‌گیم، بعد می‌ریم سراغ 4 و 5، اتفاقی نمی‌افته. ولی امروز جلسه احسن برای ناز محمدی، ولی خدا رو شکر محمد احتشام نیا، متشکرم. فصل 3 رو شروعش پس بکنیم که وقت یه وقت کم نگاریم. فصل 3 جبر و معادله. وای چقدر دوست دارم من این فصل رو، انقدر خوب فصل جبر و معادله. خب جبر و معادله دیگه همه تون بلدید، همه تون یاد گرفتید، اما میخوایم بریم سوالاتی که احتمال داره تو آزمون خرداد بیاد و با هم دیگه بررسی کنیم. یه سوالی که بد نیست تو امتحانهای خرداد گاهی اوقات معلم ها میدن اینه، محیط شکل مقابل وسط یه عبارت جبری بنویسید. یه شکلی میدن شما محیط و مساحتش جبری بنویسید، مثلا اینجا محیطش رو خواسته که خب میشه چی؟ جمع سزل دیگه، محیط یعنی جمع دور تا دور، هر شکل هندسی دادن برای محیط باید دور تا دورش هرچی بود جمع کنید که یه ایکس و یه ایکس و یه ایکس رو هم میشه سه ایکس، یعنی محیط این شکل به صورت جبری میشه سه ایکس. حالا ممکنه شکل های متفاوت بدن، حالا من الان مثلث بدم، یکی مربع بده، یکی لوزی بده، مستطیل بده، هر جوری داد دیگه فرقی نمیکنه. میخوایم بگیم آقا این تیپ سوال مهمه جانم. باتریم خوبه؟ من الان میام، الان قطع من ندارم باتری انداخت اون موقع ها.
الو یک دو سه الو بریم. بچه همه صدا تصویر من دارید یا اوکی بدید؟ اوکی خیلی ممنون. خب ظاهرا همه چی خوبه، بریم. ممنون. پس این آقا من اینو نمونه گفتم اینجا دیگه، حالا این نیست که فقط الا بلاین بیاد، هر شکلی بیاد یه همزوره. یعنی این سوال یه سوال خوبیه کسی تو امتحان خرداد بده. سوال دو، سوال دو هم بد نیست، سوال دو هم بد نیست. ببین بعضی سوالا رو میگم آقا حتما میاد، بعضی موقعا رو به جرئت میتونم بگم به احتمال 1% هم نمیاد، ولی بعضی سوالا به قول یارو سوسو دیگه، یعنی ممکنه بیاد ممکنه نیاد، ولی خوبه قشنگه. مثلا اینجا از این تیپ سوالا بد نیست مثلا تو امتحان خوردادم بیاد. در هر یک از الگوهای زیر عدد بئوم چنده، یا عدد ایکسوم، عدد انوم، هر چی، عدد آوم چنده. خب این الان چند تا چند تا رفته جلو؟ 5 تا 5 تا رفته جلو. پس مضرب 5 دیگه. پس مضرب 5 باشه میشه 5 بی. یه امتحانا بکنیم. 1 5 تا 5 تا، 2 5 تا 10 تا، 3 5 تا 15 تا، 4 5 تا 20 تا. آره کار میکنه. قشنگ کار میکنه دستگاهمون. خیلی هم عالی. حالا بعدی. دو تا بچه ها الان همه صدای من رو دارن در واقع و اوکی هستش. بعضی اگه صدای من رو ندارن یه بار برن بیرون رفرش کنن دوباره برگردن و درست میشه برای اونا. یه بار این کار رو بکنید درست میشه ایشالله. چند دقیقه آخر کلاس هستش. بعدی دوتا دوتا رفته جلو، پس مثلا دوه، یعنی دوه امتحان که بینیم کار میکنه. یک دو تا، دو تا، دو دو تا، چهار تا، سه دو تا، شیش تا، چهار دو تا، هشت تا. کار نمیکنه که. ما دو به گذاشتیم اینا به دست بیاد، اینا به دست اومد. میگیم نگران نباش، یکی یه دونه کم کنیم ازشون. آه درست شد دستگاهمون. پس جمله عدد بیوم این الگو دو بی منهای یکه، دو بی منهای یکه. پس این تیپ سوالم به ما دادن دیگه از پسش برمیایم، چون سوال خوبیه، سوال قشنگیه، ارزش داره تو امتحان بیاد، ولی خیلی ارزش سلیقه خیلیا نیستش. بریم سوال بعدی. از این مدل سوال هم، از این مدل سوالم بعضیا تو امتحاناشون میدن. به کمک حروف و نوشتن عبارت‌های جبری قوانین ریاضی رو بنویسید. عمل جمع خاصیت جابجایی داره. اینطوری. می‌خوایم اینو به زبان ریاضی بنویسیم. این همه کتابتون هست و ما می‌خوایم بهش تاکید کنیم که آقا دوره کنیم، یاد بگیرید که بگیم آقا ارزش امتحانی دارن اینا. حالا نه زیاد ولی بالاخره دارن. عمل جمع خاصیت جابجایی داره. یعنی آ به اضافه ب برابر با ب به اضافه آ. یعنی اگه تو امتحان یه همچی سوالی بیاد بگه به کمک حروف و نوشتن عبارت جبری این قانون ریاضی رو که به فارسی ما نوشتیم جبری شما نشونش بده، اینهاش این فارسیه جبریش میشه. این حاصل ضرب هر عدد غیر صفر مثلا آ در یک برابر با خود اون عدد میشه. منطقه اون غیر صفر بودن هم حتما اینجا بنویسیم که آ مخالف صفره. ننویسیم معلم اجازه داره نمره ازمون کم کنه. مساحت هر مستطیل برابر با حاصل ضرب طول و عرض آن عدده. خب مثلا طول آ باشه عرض بی باشه، پس اس که مساحت باشه میشه آ ضرب در ب. پس ببینید اینجور سوالا هم ممکنه تو امتحان بیاد و هیچ اشکالی نداره. خب بنابراین ما تا اینجا کار رو تمام میکنیم چون وقت کلاسمون به پایان رسید. ایشالله به امید خدا خوب یاد گرفته باشید. حتما حتما آفلاین رو نگاه بکنید، تمنه رو که من حل کردم از حفظم خودتون حل بکنید، تمنه کتاب درسیتون، کتاب کمک درسی، هرچی کار بکنید که جلسه آینده که من میرم سراغ فصل که دیگه فصل دو رو که گفتیم بقیه 3 و 4 و 5 میخوام برم، شما تا اینجاهایی که من کار کردم و دیگه خوب خوب بلد بلد باشیدشون ان شاءالله.
که خدمتتون عرض بکنم که پا به پای هم بریم جلو که آخر سر عقب نیفتید. همتون رو خدای بزرگ میسپارم. ممنون از همراهیتون. خسته نباشید. خدا نگهدارتون.